بریم به سئول، همراه بشیم با توماج تاه‌باز تا از جزئیات این خبر بیشتر برامون بگید. توماج، چه خبر از ابتلا به کرونا در دهکده المپیک و بالاخره مثل اینکه نگرانی‌های ژاپنی‌ها به یه نوعی داره اتفاق می‌افته؟ آره، طبیعی بود که این اتفاق خواهد افتاد، یعنی احتمال میرفت که موارد مثبت پیدا بشه. 24 سال بعد از اینکه اولین ساکن غیر ورزشکار دهکده المپیک تستش مثبت شد، درست ظهر، یعنی یک ساعت پیش ظهر امروز اعلام شد که 10 نفر که از خارج وارد شده بودند تستشون مثبت شده. از این میان سه تن از اونها ورزشکارن، 2 نفر داخل دهکده المپیک هستن و 1 نفر خارج از دهکده المپیک است. با این حساب مجموعه همه ورزشکاران و غیر ورزشکاران مرتبط با المپیک که تا حالا تستشون مثبت شده 55 نفر میشه. البته این 10 نفر کسایی هستن که خارجی هایی بودن که داخل دهکده المپیک بودن، ولی در مجموع با در نظر گرفتن ژاپنی ها و غیر ژاپنی ها تا کنون 55 نفر تستشون مثبت شده. البته درست روز گذشته توماس باخ مدیر و در واقع المپیک گفته به یوشید سوگان و خود 5% از ورزشکاران واکسینه خواهند شد. خیلی از ورزشکارانی که میان به هر حال واکسینه شدن، میدونیم که در حدود چیزی در حدود فکر میکنم 11200 نفر ورزشکار از کشورهای مختلف حاضر خواهند شد. در دهکده المپیک 21 ساختمان با 3600 اتاق و 18000 تخت برای اینها آماده شده. بعضی از ساختمان ها، بعضی از اتاق ها به صورت قرنطینه از قبل در نظر گرفته شده که مواردی مثل امروز که پیش اومد، یعنی ورزشکاران و غیر ورزشکاران که ساکن هستن در دهکده المپیک و تستشون مثبت شد، بتونن در این اتاق های به اصطلاح همه مواردی که میشه آماده بود برای اینکه المپیک ایمن رو تا حد زیادی برگزار کرد، ژاپنی ها و کمیته برگزار کننده المپیک در نظر گرفتن. ولی هیچ کدوم از اینها از نگرانی های بسیار گسترده در داخل ژاپن و در میان شهروندان کم نمی کنه. میدونیم که شمار قابل توجهی از مردم روزهای آینده، نه تنها اونها بلکه همه ما، گونه های مختلفی از ویروس کرونا در ژاپن و دیگر جاهای جهان سرایت پیدا بکنه. امیدواریم که اینطور نشه. ممنونم از توضیحات توماج. یک جاهایی هم صحبتات کوتاه قطع میشد. عذرخواهی میکنم از بیننده ها. ممنونم از تو توماج تاه‌باز از سئول همراه ما بود.